سلام سهشنبه شش فروردین 92 26 مارچ 2013 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه دو تن از دراویش گنابادی که در زندان اوین بند 350 دست به اعتصاب غذا زده بودند به اسامی علیرضا درویش و مصطفی عباسی عبدی گنابادی مسئولین زندان ازشون خواهش کردند که اعتصاب غذاشون رو بشکنن تا 17 فروردین و به خواستشون رسیدگی میشه اونها هم موقتا اعتصاب غذا رو شکستند اما روزه سیاسی رو ادامه میدن اما دو تن دیگر از دراویش گنابادی در زندان عادل شیراز به اسامی صالح مرادی و کسرانوری کماکان در اعتصاب غذای خشک به سر میبرند و کسرا نوری به دلیل شدت ضعف بیهوش شده و به بهداری زندان منتقل شده مجید دوری زندانی سیاسی و زندان کارون احواز هم که از فعالین جنبش دانشجویی هست دچار میگرن شدیدی شده که مسئولین زندان از انتقال او به درمانگاه و بیمارستان و درمان او ممانعت میکنند نکته دوم اینکه مسئول گمرک دوبی اعلام کرده که در سال گذشته سال 2012 میلادی مجموعا سی درصد واردات ایران از دوبه ای کاهش پیدا کرده و حد اکثر به شش و هشت دهم میلیارد دلار رسیده این از محسوس ترین آماری است که تاثیر تحریم های بین المللی رو بر خرید های ایران و واردات کشور نشون میده امریکا هم به از اتحادیه اروپا خواسته تا اطلاعات محرمانه و مسائل اطلاعاتی رو در اختیار قضات دادگاه قرار بده که در اون ایران شکایت میکنه و تا کنون دو بانک صادرات و ملت موفق شدند که حکم به نفع خودشون بگیرن فشار امریکا برای این است که دادگاه های اروپایی حکم به نفع بانک های ایرانی صادر نکنه سایت العربیه هم گزارش کرده که در پادگان نظامی پارچین تأسیسات قدس وجود داره که در اون جمهوری اسلامی روی کلاهک های ای کار میکنه ادعایی که بارها ایران تکذیب کرده اما اجازه بازدید به آژانس از سایت پارچین رو تا به حال نداده دوچه بانک آلمان هم مشمول 390 میلیون دلار جریمه امریکا شده به دلیل نقض تحریم های ایران نکته سوم اینکه آقای اسکرولادی که از چهره های شاخص جمعیت متلفه اسلامی هست عنوان کرده که مسئله حصر آقایان موسوی و کروبی قفلی است که اگر گشوده نشه باز هم در انتخابات آینده دوچاره مشکل خواهیم شد ایشون همچنین مطرح کرده که غیر از آقایان حداد غالیباف و ولایتی که به دوی به اضافه یک معروفند اسامی سه نفر دیگه یعنی آقایان متکی با هنر و آل اسحاق رو هم اضافه کردند و به جامعتین یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین قم دادن تا اونها نظر بدن ضمنا آقای اسکرولادی گفته که آقایان محسن رضایی و سعیدی کیا عجله کردند و زود به میدان آمدند و اعلام عدم همکاری با دیگران کردند نکته چهارم اینکه سرهنگ ریاض الاسد فرمانده ارتش آزاد سوریه هنگامی که از شهر المیادین بازدید میکرده ترور شده بمبی به خودروی او چسبوندن که دو تا نظر دو تا خبر تا الان بیرون اومده یکی اینکه او کشته شده در این ترور دیگر اینکه به شدت مجروح شده و یک پای خودش رو از دست داده همینطور شایعه ترور بشار اسد توسط یکی از محافظین ایرانی او هم در 24 ساعت گذشته به شدت مطرح شده بود که این خبر البته تا توسط حکومت سوریه تکذیب شد گفته میشه که جمهوری اسلامی خانم الیزابت ایزابل کاترین پیر رو که قبلا وکیل آقای کارلوس تروریست معروف بوده و سانده تلگراف میگه که حتی با او ازدواج هم کرده و همسر او هم هست به عنوان وکیل انتخاب کرده تا با صرف هزینه احتمالا گفته میشه بین 30 تا 50 میلیون دلار علیه فیلم آرگو شکایت کنه و جلوی پخش اون رو بگیره اما نکته آخر اینکه آقای آسفری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که سال هاست که فرمانشات مقام رهبری رو کسی اجرا نمیکنه و فقط از فرمانشات ایشون بیشتر برای نوشتن روی بنرها استفاده میشه حرفی که احتمالا آقای آسفری کاملا درست میگه اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی